سلام بینندگان عزیز، خیلی خوش اومدید. امروز تو این ویدیو قراره یه انگشتر درست بکنیم با طرح ماه که تو خونه هم خیلی راحت میتونید درستش بکنید. اگر دوست دارید این انگشتر رو ساختش یاد بگیرید، تو ادامه ویدیو با من همراه باشید. سلام دوستان عزیز، من مهدی علایی هستم. همونطور که اول ویدیو هم بهتون گفتم، قراره انگشتر ماه رو آموزش بدیم که ساختش خیلی راحته. تو خونه هم میتونید راحت درستش بکنید. به یه تیکه نقره احتیاج داریم که ذوب میکنیم. اگر ابزارشو ندارید میتونید ورق نقره رو راحت از اینترنت تهیه بکنید، یک سرچ بزنید تو اینترنت حتما میاد واسهتون. اگر ابزارشو دارید یه ورق نقره با ضخامت 0.5 میلیمتر آماده بکنید که موقع پانچ کردن یا بریدنش خیلی راحت این انتخاب انجام بشه، چون ورق با ضخامت بالاتر خیلی ممکنه به کارتون نیاد. بعد ورق حرارت بدید، میتونید حرارتش هم ندید. اگر میخواین پانچش بکنید میتونید حرارتش ندید. اگر حرارتش بدید نقره دوباره نرم میشه و به همون ضخامت قبلی برمیگره، به پانچتون آسیب نمیزنه. خب دوستان، اسم دستگاه که الان دارید میبینین دستگاه کاتره یا گیردبوره، که پانچ در واقع پانچ نقره است، یه پانچ جوارسازیه، چیز وسیله جوارسازیه. ولی خب اگر نداریدش میتونید خودتون با حالا هر وسیله که میتونید دایره ببرید که باز انگشترتون، ولی خب اگه داشته باشید از راحت استفاده میکنید و خب مشکل نداره. یه تیکه نقرتون رو که حالا نورد کردین یا خریداری کردین آماده، میزنید زیر دستگاه و یه پانچ میزنید. حالا مقداری که میخواین ماهتون بزرگ باشه پانچش انتخاب میکنید یا دایرهش رو با پرگار میکشید از روی فلزتون و اون رو در میارید. حالا اینجا با چند تا ضربه راحت در میاد. اگر پانچ نداشته باشید باید طبیعتا ببرید دیگه. همین زیبایی و شیک و مارجلاشی دایرهتون آماده است. برای اینکه ماه بشه میتونی از پانچ ماه استفاده کنید. خب پانچ ماه اصلا توجیه نداره خریدنش، خیلی گرونه. همین پانچ گرد، همون دایره رو که از داخلش سروادین میذارین زیر همون سوراخی که پانچ کرده بودین و گوشش رو دوباره پانچ میکنین و همین راحتی. کامل نمیذارین زیرش، تیکش میذارین زیرش. وقتی ضربه میزنین دوباره بهش شکل ماه بشه. اینجا باید یه ضربه، یک دو تبدیل به ماه شد. ماه شما آماده است. خب برای حلقه اش من از مفتول گرد استفاده کردم که اونم طبیعتا آماده میتونید پیدا بکنید. اگر هم داشته باشید مفتول 1 میلیمتری آماده بکنید و سر و تهش رو هم دیگه برسونید و به همین صورت سر و تهش هم سنباده بزنید که صاف بشه و بذارید روی تخت کارتون تا جوشش بدید. خب دوستان ببینید، بذارید روی تخت کارتون، اونم لحیمه. لحیم نقره هم طبیعتا خیلی ها خودشون میخرن، همه آماده نمی کنن. میتونید لحیم بذارید روش، زیرش هم میتونید بذارید، زیر اون قسمتی که درز داره هم میتونید لحیم بذارید، زیرش بذارید بهتره. ولی خب روش هم مشکل نداره، چند قطره مایع جوشکاری روش بچکونید تا جوشش بدید. برای جوش دادنش میتونید از چند تا چیز استفاده کنید. یکی از تورچ های آشپزخونه است که میشه از تورچ های آشپزخونه استفاده کرد برای جوش دادنش، یا هم حالا من از اسمیت استفاده کردم که وسیله تخصصی این کاره. اگه نداشته باشید میتونی از تورچ های جوشکاری استفاده کنید. میذارم ببینم چونم پیدا بکنم این تورچ، عکسش رو نشون بدم. ببینید از این میتونی استفاده کنید که فندک خونگیه، خیلی راحته. میتونی از این استفاده کنید واسه جوش شدنش، یا بذارید بازم نگاه بکنم بین تورچای جوشکاری از این چیزی سرش کنم، تورچ آشپزی سرش بکنم، تورچ آشپزی بده دقیقا همین میتونید استفاده کنید. سریعش رو جدا میتونم، کپسول گازش هم تقریبا تو همه ابزارات پیدا میشه. میتونید با این جوش بدید. خیلی از جوارسازا خودشون با همینا کار میکنن و تو خونه راحت میتونید انجام بدید و کارتون رو راه بندازید که دیگه تو خونه اگه میخواین کار بکنید راحت انجام بدید. یه نکته ای هم درباره تخته جوشکاری بگم. درباره تخته جوشکاری شما میتونید رو آجر هم انجام بدید، رو آجرای نسوز شومینه، رو همون هم میتونید انجام بدید. نیاز نداره حتما تخته جوشکاری داشته باشید، خیلی راحت تو خونتون میتونید همین چیز انگشتری رو بسازید. بریم ادامه کار. بعد از اینکه جوش خورد بعد اینو دوباره گردش بکنید چون کجه. این میل حلقه است. میل از این میلا چوبیش هم وجود داره که فکر کنم 20-25 هزار تومانه که راحت میتونید خریداری بکنید.
که هزینه زیادی هم نداره تو خونتون که بخواید انجام بدین، با گوشکوب یا چکش پلاستیکی میتونید روش بکوبین تا گرد بشه، چون بعد از اینکه دیگه ماه رو بهش جوش دادین دیگه نمیتونید چکشش بزنید و طبیعتا خب یعنی گرد نمیشه. خب من اون حلقه رو بسش کردم به گیره، شما میتونید از هر وسیله واسه نگه داشتنش استفاده بکنید و بذاریدش روی ماه. ترجیحاً اون قسمتیش رو بذارید روی اون پلاک ماهتون که جوش داره، هم لحیم کمتری مصرف بشه، همین که دیگه درز دیگه هیچ جای انگشتتون نباشه و خیلی شیک و ماجراجویی بتونید یه انگشتر ماه بشه. برای این قسمتش رو لحیم بذارید و جوش بدید و تمام. خب ببینید شما کافیه پرداختش بکنید و براق بشه. شما میتونید از کرمای جلاسنج استفاده کنید که مارکای متفاوتی تو بازار هست. تو خونه اگه ابزار چیزی ندارید، تخصصی ندارید، اگر هم که ابزار دارید میتونید از دینام استفاده کنید یا مثل من از فرز استفاده کنید. یه نمدی نارنجی روش بذارید و خمیر دیالوکس رو پرداختش بکنید. همین زیبایی و به همین شک و مجلسی. خیلی هم زیبا. خب دوستان اگر ویدیو من خوشتون اومد لایکش بکنید. اگر دوست داشتین کانال منو سابسکرایب بکنید. سوالی هم داشته باشید بپرسید تو کامنت ها، حتما بهتون جواب میدم. یه دوره جوارسازی هم میخوام ضبط بکنم. اگر دوست داشتین سابسکرایب بکنید که اونو از دست ندید. موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار.